با درود، من مرتضی انواری میخواستم امروز 17 آذر 1401 برابر با دسامبر 8، 2022 در خدمتون هستم که من ساعتهایی که صرف میکنم که اخبار رو نگاه میکنم، ضبط میکنم و اونا رو تو یوتیوب میذارم، شاید برای دوستان دیدنی باشه. مطالب امروز همونجوری که قبلا عرض کردم، من از سوشال میدیا، از تلگرام و واتساپ و اینستاگرام اخبار به اصطلاح مربوط به مسائل ایران رو میگیرم و در ضمن اجازه بدید ببینم که خبرها خیلی هست، اصلا واقعا اینقدر خبرها زیاده. و در ضمن از وبسایت های مختلف ایران امروز، ایران اینترنشنال، رادیو فردا، دویچا وله، صدای آمریکا، بی بی سی، بعضی از ایمیل هایی که برام میاد استفاده میکنم و بعضی از مطالبی که در یوتیوب میبینم. خبری که امروز تمام به اصطلاح میدیا و رسانه های ایران و دنیا رو قرار گرفت، البته ایران متاسفانه ما حکومت قاسبی داریم که میدیا رو فقط در جهت ترویج افکار خودش نگاه میکنه. واکنش جهانی به اعدام محسن شکاری هست که واقعا نشون میده عجز این سیستم، و که سیستم قضایی اسلامی در مدت چند هفته تصمیم گرفت یک نفر به قتل محکوم بشه و اجراش کرد. این نشانه ضعف و استفاده غیر انسانی از اعدامه، نه به خاطر اینکه کسی گناهی کرده، به خاطر اینکه میخوان دیگران رو بترسونن. در اصل خبرها این بود و میبینیم که اعتصابات، تحلیل اعتصابات سه روزه 14 15 16 آذر also در سطر خبرهای دنیا و به خصوص ایرانیان خارج کشور بود. وزیر امور خارجه بریتانیا، آلمان، استرالیا و تعدادی از کشورهای غربی اعدام محسن شکاری را نفرت انگیز و جنون آمیز خوندند. این برای سران جمهوری اسلامی باید درسی باشه که این کشوری که به قول خودشون حکومت مهر اسلامی و عشق اسلامی بود، به چه جایی رسیده که تمام دنیا اونها رو به عنوان جنون، نفرت انگیز و جنون آمیز میبینن. خشم جهانی به این مطالب بسیار بسیار زیاد بوده و تو خبرها خیلی برای من جالبه این مرگ رستم قاسمی. اولا تحلیل هایی که اومده در راجب سه روز بسیار بسیار پازیتیو بوده. در اعتصاباتی که به اصطلاح بازاریان ایران از جنبش کردن، نشان دهنده توسعه و دامنه این اعتصابات هست و چقدر مهمه که ادامه پیدا کنه. خبری که برای من خیلی جالب بود مرگ رستم قاسمی، وزیر جنجالی دولت احمدی‌نژاد و رئیس و دوره رئیسی بود، که چند وقت پیش عکسش اومد بیرون که در خارج کشور با یک خانم غیر محجبه، به قول معروف، به قول خودشون عکس گرفته بود و این باعث شد که از استعفا کنه. و بعد از این استعفا جالبه که چند روز بعدش مرد و گفتن به علت بیماری. بیماری که داشته، اگر این بیماری تا چند وقت قبل بود که اینکه وزیر بود،
اگر اینقدر کشنده بود این بیماری و اینو ندیدن خیلی برای من جالبه. چهلوم ها برگرداری چهلوم برای قطعهای غیر انسانی جمهوری اسلامی از انسانهای آزادی خواه مردم ایران در جریانه. در زندان ها نرگس محمدی خواهان تحقیق گزارش حقوق بشر درباره تعرض جنسی به زنان بازداشت شد. یک گزارشی هم سی ان ان تهیه کرده بود از چند تا از ایرانیانی که در خارج کشور اومده بودن، اخیرا با سی ان ان حرف زدن، این مسئله رو تایید کرده بودن. از جنایات جمهوری اسلامی هیچی بعید نیست. جمهوری اسلامی در طول تاریخ زندگی خودش انقدر جنایت ها کرده، انقدر خطا کرده برای یک فکر تصور که فقط در ذهن خودش هست که 1400 سال پیش بین چند تا پسر عمو دعواشون بود، یکیشون باخت یکیشون برد، ما طرف بازنده وایسادیم و از اون سال تا حالا اون روز باختن عاشورا رو به سر خودمون میزنیم، در حالی که کشورهای مسلمان دیگه جشن میگیرن برای که عید مبارکی است. ما ماه مبارکی است. بعد ما نه تنها از چرخه پیشرفت دنیا جمهوری اسلامی عقب نگه داشته، حتی از درک اولیه ترین مسائل علمی و بحثی و مذهبی هم کرده. با بستن هر نوع صدایی، خفه کردن هر نوع صدایی به جز صداهای کثیف و متعفن خودشون، جامعه رو درگیر مسائل بین المللی، مسائل سوء مدیریت، مسائلی کردن که توان حرکت رو ندارن ولی این احمقا به حدی به خودشون مغرورن، فکر میکنن موندنین. من با این که چماقدارای جمهوری اسلامی حرف میزنم. یادتونه دلار هفتومن پدر مادرای شما که چماقدار بودن شروع کردن؟ حالا دلار 30,000 تومان که شما اکثرتون نمیتونین تو تهران دیگه زندگی کنین، بعد در این شهرها هنوزم چماق برمیدارین، فکر میکنین که آقای خامنه ای رو خدا فرستاده و شما در جهت خدا حرکت میکنین. احمقا بیدار شید، به دور و بر خودتون نگاه کنین، دنیا رو نگاه کنین. شما یک قاتل رو سپورت میکنین که بعدن در دنیا مشخص میشه کی طرف قتل و جنایت وایساد و کی طرف مردم وایساد. این یک حقیقت تاریخه. اگر شما درکش نکنین بسیار بسیار متاسفم. واقعا خبرها رو که میبینم از کشتن جوانان 9 ساله، جوان 9 ساله از کشتنش در ماشینش، اینها چشم پوشیدن میکنن. اینها اینقدر بیشرف و بیهمیت و این انسانهای رو دیوانه رو بزرگ کردن. رابرت مالی در مسائل خارجی میگه آمریکا به جای برجام بر حمایت از معترضان ایران و جلوگیری از ارسال سلاح به روسیه متمرکز شده. یعنی بیشتر به اصطلاح هنوز هم دست بر نداشتن از برجام، هنوز هم به این قانع نشدن که با جمهوری اسلامی حکومتی است غیر قابل مذاکره. این حکومت حکومتی است که زبان انسان رو نمیفهمه، آزادی رو نمیفهمه، حقوق رو نمیفهمه. این هنوز دست بر نداشته از اینکه مذاکره بهترین راه برای کنترل جمهوری اسلامی است. مردم ایران با جمهوری اسلامی دیگه مذاکره نمیکنن. من نمیدونم به قول آمریکا what it takes to رابرت مالی هم بفهمه. ببخشید من امروز به دو علت واقعا متاثر شدن از اعدام جوانان و خبرهای دیگه. دویچه وله به یک جالبی که دویچه وله داره اینه که یک میدیای یک رسانه دولتی آلمان هست که بسیار در تظاهرات و در خیزش و انقلاب مردم ایران
فعال شده و از دید حقوق بشر با توجه به فشار و انعکاس و تمرکزی که ایرانی‌های خارج کشور بر روی دولت آلمان گذاشتن انجام شده و بسیار دید اخبارش به روز توانایی جمع‌آوری اخبارشون خیلی قویه و خیلی از خبرگزاری‌های دیگر هم نقل قول میکنن از دویچه وله. این رستم قاسمی که عرض کردم خدمتتون، مسئله ایست بسیار جالب و سوال انگیز که چه شکلی ایشون به این سرعت مجبور به فوت کردن. یه دکونی درست کرده جمهوری اسلامی، محاربه با خدا و مفسد فلعرض یا فساد فلعرض. اگه اون خدا از 4 تا بچه با چاقو میترسه، مثلا اگر بگیم محاربه، محاربه میگن چاقو داره دیگه، چی محاربه چیکار کردن که اصله نداشتن بچه ها. اگه میگین اون خدا با 4 تا چاقو میچسبه، احمقا دنبال اون خدا نرید. اگر این خدا شماست که محاربه، و شما رو کی مسئول کرده؟ خدا مسئول کرده که هر کی با جنگی شما بیاد چاقو برداشت برای خدا چیکنه؟ و خدا رو مگه میشه با چاقو کشت؟ احمقا، محاربه با خدا. مفسد فلعرض یعنی چی؟ یعنی در جامعه فساد ایجاد میکنه. اینا جامعه فساد ایجاد کردن احمقا. اصلا خنده داره شما میشنوین این بیچارگانی که مردم ایران دیگه انقدر از این حکومت باشن که باشون حرف نمیزنن، اینا هم فکر میکنن که باشون حرف نمیزنن قبولشون دارن. این بیچارها حرفایی دارن میزنن که اصلا تو هیچ عطاری پیدا نمیشه. بعد صدای آمریکا اخباری راجع به ادامه اعتراضات 3 روزه داشت. اینکه آیا بر اثر هک خبرگزاری فارس و باز شدن یک سری مدارکی که مثلا آبروی جمهوری اسلامی برد و این نویسندش رو گرفتن، حالا اونم یه مسئله که میخوان بگن اینها ساختگی بوده، ولی مسئله اینه که از طریقهای مختلف درست بودن اون گفتار که این رو برای آقای سلامی سپاه پاسداران درست کرده بود مشخص شد. رئیس اطلاعات ملی آمریکا، خطر اعتصابات به مرور برای جمهوری اسلامی بیشتر می شود. حالا داستان آمریکا اینه که هر کشوری که به اصطلاح با اقتصاد و تجارت و اینا تمرکزش هست، آرامش و عدم تغییر براش بیشتر کم خرجه تا تغییر بزرگی. گرچه در دولت قبلی آمریکا دوره پرزیدنسی ترامپ رابطه ایران و آمریکا بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت، ولی دیدیم بعد از اومدن بایدن که میخواست به سرعت مماشات رو، سیاست مماشات رو با جمهوری اسلامی شروع کنه و شروع کنه با مذاکره هسته‌ای و برجام، برگشت به برجام با جمهوری اسلامی مماشات شروع کنه. خوشبختانه فشارهای خارجی و رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی و خودخانه و نفهمی و سوء مدیریت و اصلا وزارت خارجه در نظام اولاق که تصور میکنن اگر این کار رو بکنن خارجی‌ها این کاری میکنن، یا نمیدونن یا ندیدن یا نمیدونم چه دردشون این بدبختای بیچاره جمهوری اسلامی که یه آدم پیدا نمیکنه بذاره وزیر امور خارجه‌اش که بتونه با دنیای خارج، فقط میتونه بره نوکری روسیه رو بکنه،
دولا شدنش برای روسا بسیار بسیار تحسین آمیزه. این آمریکا که واقعا رفته بود با جمهوری اسلامی مماشات کنه، با فشارهای مختلف یه مقدار دوری کرده و الان میگه ما پوزیشن ما، همجور که خوندم قبلا آقای رابط مالی میگه پوزیشن آمریکا اینی که مذاکرات هسته‌ای اولویت ندارن، حمایت از مردم و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به هسته است. ولی حالا میبینیم که به حساب رئیس FBI و اینا دارن یواش یواش حرفهایی رو میزنن که مردم قبول دارن، قبول کردن که مردم ایران به دنبال تغییر رژیم کلی هستن و این اتفاق خواهد افتاد چه بخوان چه نخوان. حالا این رو میره به کانگرس میگه که تا حالا ما هرچی میگفتیم این رژیم جمهوری اسلامی قویه وایستاده و طرفدار داره تحلیل غلطی بوده. بی بی سی بیشتر به دیتیل مثلا همین عباس درویش توانگر گرفتن و حکم اعدام صادر کردن برای دکتر حمید قره حسنلو هست که متخصص رادیولوژی در کرج به اعدام محکوم شده، روایت های از آقای مولوی عبدالحمید هست و نگاه جمهوری اسلامی به اون و نگاه اون به من گاه گدای ایمیل هایی میگیرم که بسیار دیدنی هستند و یوتیوب هم اخباری از این طریق رو میبینم. ولی اگر به سوشال میدیا نگاه کنیم، من از سوشال میدیا از واتساپ نگاه میکنم، شبکه جمهوری و دموکراسی که باز تکیهشون بر محسن اعدام و قتل ناجوان مردان محسن شکاری هست، از اتاقای برون مرزی که به ادامه به محاکمه غیر عادلانه این جوانان پرداختند. واقعا یه عکسی که منو خیلی گرفت، این حالا نمیدونم اینجا دیدم یه عکسی بود واقعا دیدنی بود، ولی پیمان دوستان پیمان نوین و ستاد هم مستگی گروهی از دوستان هستن که این افراد رو به علت محاربه در شهرهای مختلف گرفتن. توی تلگرام امروز پنجشنبه است 17 آذر شهر کرد مردم رو دعوت به تظاهرات و واقعا قیام مردمی کردن برای اون. ترانه علی دوست در واکنش به اعدام محسن شکاری، حالا بنشینید و منتظر عواقب این خونخواری باشید.
واقعا بعضی از هنرمندای ما نقشی که بازی میکنن در زمانهای خاصی بسیار موثره. خانم ترانه علی دوست که من فقط یک سریال شهرزاد رو ازش دیده بودم و اون رو به عنوان هنرمند قابل و توانا میبینم، این روزها میدرخشه به خاطری که قلبش با جنبش مردم ایران. خانم نرگس محمدی از زندان مجددا گفتن مطالبی رو گفتند و من اگر اجازه بدید نهایتا من این نوارها رو تمرینی درست میکنم، هر زمانی که خودم به اخبار نگاه میکنم که چی هست و در حالی که میخونم ضبطش میکنم، نگه میدارم، شاید بتونه کمک کنه برای ارگانیزیشن به اصطلاح مطالب و کمک کنه به اینکه بتونیم بیشتر از منابع درستی استفاده کنیم. شاید منابع درست هم. من علتی که منابع خارجی رو بیشتر منابع خبرگزاری رسمی دولتی میدم، یکی بیشتر تأثیرگذاری اون هست، یکی انعکاس پوزیشن های دولتی است که بسیار برای تحلیل های جامعه احتیاج است. ولا اخبار داخلی مستقیما از رویتر و اسوشیت پرس گرفتن و یا اخبارهای گزارش های مثل سی ان ان، فاکس، از اونها هم میشه گرفت. ولی اخیرا به نظرم میاد که اکثر خبرگزاری ها یه حالت به اساس تندنسی به طرف یک نگاه سیاسی دارن. این که من بیشتر ترجیح میدم از ارگانیزیشن هایی که خودم شخصا میشناسم و یا اونهایی که به اصطلاح نمایندگی نظرهای کشورهای مختلف میکنن انجام بدم. با درود به شما و به امید دیدار